هر نوع یابنده فلزی یا معدنی یا برادر زمینی دستی در اصل در عین عملکرد میدان‌ها رو تشخیص میدن. حالا یا میدان مغناطیسیه یا میدان الکتریکیه یا میدان فرکانسیه یا میدان الکترومغناطیسیه. بعد ببینید سیستم بنابر چی طراحی شده، طراحیش به چه صورته و توان تشخیصش به چه شکله، یا مدارش چه چیزی رو تشخیص میده. خب در این سیستم هایی که از نظر ساختاری با آنتن هم به موبایل نصب میشن، شما بعد این برنامه و نرم افزاری که داخله میریزن بنابر چیه؟ آیا بنابر فرکانسه؟ خب نه، یه فانکشن جنراتور رو میریزن که کارش ساختن موجه و اصل عملکردش برای کنترل مدارهای تست مدارهاست که میاد شکل موجه دندونره‌ای یا مثلثی یا مربعی یا سینوسی رو شکل میده. ولی در سیستم های فرکانسی که عدد ویژه و ترشورد سطح هج دارن، تشخیص میدان ها در اصل بنابر ذات اون هدفه. هرچی در ویدی آی و ترشورد سطح هج تنظیم کنی، چون مدار توانایی داره برای جستجو و مدار توانایی داره برای تفکیک پذیری و عدد ویدی آی و ترشورد سطح هج داره، میتونه میدان طلا رو از فلزات دیگه و منابع دیگه، چه در تصویریش چه در آنتنیش، جدا سازی کنه. این قدرت عمل کردیه یک سیستم راداریه. یعنی رادارها بنابر همین عمل میکنن. این عمل کردی که سیستم های آنتنی دارن میتونن جستجو کنن که عدد ویدیو و ترشولد 108 دارن، اینا در اصل میان شرایط میدان ها رو در نظر. پس میدان طلا یا میدان تشخیصی سیلیس ها یا کوارتز ها و آهن با هم یکسان نیستن و اینها با هم متفاوتن و سیستم باید تشخیص بده که این چه میدانیه، چه جریان مولکولیه، چه جریان الکترونیه. میدانی رو که داره ایجاد میکنه رو تشخیص بده و جداسازی کنه و تفکیک کنه. به این میگن تفکیک، به این میگن جداسازی و به این میگن تشخیص. و همین کار رادارها انجام میدن، چه در دسته تصویری هاش و در دسته نقطه زن هاش. بعد ویدیو و ترشورد سطح این توانایی رو برای جداسازی بین فلزات و طلا و منابع و ذرات مزاحم فراهم میکنه و در از مانند رادارها هستن که رادارها هم همین عملیات رو انجام میدن برای جداسازی و تشخیص و تفکیک منابع یا هواپیماها در آسمان. حالا یک سیستمی که آنتنی خوراکی یا فانکشن یا به موبایل وصل میشه، آیا توانایی جداسازی و تفکیک فلزات و منابع رو داره و میتونه طلا رو در اون بگیره؟ این موضوع مهمیه در مورد کار سیستم ها. و اون ادعایی که میگن سیستم های ما یا اون چیزی که ارائه میدن طلای قدیمی میگیره، فلز قدیمی میگیره و فلز جدید رو نمیگیره، خب متقابلا این توانایی رو ندارن، کار نمیکنن و عمل کردن ندارن. یه سیستم باید الان بتونه میدان ها رو تشخیص بده، جدا سازی کنه، تفکیک کنه و بتونه مشخص کنه اون هدف چیه. به این سیستم ها سیستم های فرکانسی میگن و تنها سیستم هایی هستن که میتونن مانند رادارهای تصویری در نوع تصویریش و مانند عملکرد رادارها در نوع آنتنی فلزات رو در اون بگیرن، طلا رو بگیرن، جدا سازی کنن و تشخیص بدن. این عملکرد یک سیستم یابنده واقعی با توانایی بالا.